سلام، سلام به همگی. امید که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، هر جا که هستین سلامت باشید. امروز تو این رشته از استوریا میخوام یکی از مهمترین درسایی که تو زندگی گرفتم رو یکم باهاتون قسمت کنم. همین اول کارم میگم اون چیز اصلی رو به کلام رو، که اگر در خونه اولتون در عاشقی رو زد، ماندگار باشید تو این استوریا و برای بقیه هم بفرستینش. خیلی از من میپرسن که اون ساعت صبح که از خواب بلند میشی مدیتیشن میکنی، یک ساعت تو مدیتیشن میشینی، سختت هست؟ چجوری این کار رو انجام میدی؟ و من همیشه دو جواب برای این دارم و یه جواب رو میخوام در مورد اون صحبت کنم. سختمه، ولی درسی که گرفتم اینه که به اندازه‌ای که قلبت رو وسعت میدی، به دنیا میگی من همونقدر شایستم، لیاقت دارم. من یاد گرفتم که خوشحالی واقعی به وسعتی که اکسپند کردیم، گسترش دادیم قلبمون، هست به اون ربط داره، لیاقت و شایستگی. چیزی که پرانتز باز میشه اینجا و خیلی مهمه اینه که فرق بسیار بزرگی بین لذت و خوشحالی. ما وقتی که لحظه ای اینستاگرام یه نفر رو میبینیم، لحظه ای یه ویدیوی از یه نفر میبینیم، لحظه ای یه نفر رو میبینیم داره میرقصه، لحظه ای یه نفر میبینیم داره لذت میبره، چون یادمون ندادن فکر میکنیم این فرد خوشحاله. هر کی تو اینستاگرام میبینیم خوشحاله و ما خوشحال نیستیم، در صورتی که لذت و خوشحالی دو تا هورمون متفاوت هستن در بدن. و کسی خوشحاله که گسترش قلب رو درک کرد. لذت لحظه‌ایه، لذت گذراست، لذت اتفاق میفته برای چند دقیقه، موقعی غذا خوردن، موقعی سکس کردن، موقعی رقصیدن، موقعی این چیزا مادیه، به این دنیا وابسته است. خوشحالی ماندگاره، در قلبه، به گسترش اینه، به موقعی که از خودت فراتر میری و خدمت میکنی، به قد که این گسترش قلبته، به همون قد به دنیا نشون میدی با احساسی که داری من انقدر لیاقت دارم، من انقدر شایستم. پرانتز باز میشه موقعی که افرادی میان میگن که خب ما فلانیو میبینیم که خیلی چیزای خوب داره، ماشین داره، نمیدونم خونه داره، زندگی خوبی داره، از لذتاش حرف میزنین، از چیزایی که فکر میکنیم لذت بخشه، ولی آیا خوشحاله؟ اگه لیاقت نداشت میپرسیم این سوالا، اگه شایسته نبود لیاقت نداشت، دنیا چرا این چیزا رو بهش داده؟ شما دارین با این دوتا چشم نگاه میکنین وقتی که این حرف رو میزنین، دارین از لذت حرف میزنین. با چشم دل که نگاه میکنیم میبینیم تو دنیا خیلی آدمایی هستن که همه این لذت ها رو دارن ولی خوشحال نیستن، یه چیزی رو گم کردن، خودکشی میکنن، اونچه که باید سر جاش نشسته. چون ما منتظریم بیرون چیزهایی که در بیرون ما رو خوشحال کنه، فکر میکنیم لذت و خوشحالی یکی هست، در صورتی که خوشحالی از اینجا به بیرون. میرم تو اون یه ساعت تو مدیتیشن میشینم، خودم رو به مرکز میارم، یادم میاد کسی که چیزی اینجا داره همونو بیرون میده. اگه بیرون رو جهنمی نفر براتون کرده، جهنمه. چقدر دولت مردانه داریم، آدمایی داریم که سیاست‌های بزرگ رو جابجا می‌کنن، پول دارن، زندگی دارن، ماشین دارن، خونه دارن، ولی دنیا رو به کام آدم‌ها جهنم کردن. اگه اینا رو نگاه کنید متوجه میشید که اون لذتی که بیرونه، اون اتفاقی که باید رو ایجاد نکرده. ما تو هایلایت زخم گفتیم که اون احساس‌ها کلاً تقسیم کردن، یعنی سهیم میشه ما تو احساسات. اگه جهنم کردن زندگی رو برامون، چون جهنم دارن احساس میکنن. من اگه الان یه کش مو دستم، اون کش مو رو به شما میتونم بدم، اگه چیزی دیگه دستم اونو بهتون میدم، هرچی که دارم رو باهاتون قسمت میکنم. من یک ساعت خودم رو به مرکز میارم، ورزش میکنم، از درک بدن استفاده میکنم، خودم رو به خودم یادآوری میکنم، چون وقتی که دردی دارم میخوام اونو حل کنم.
وقتی که زخم دارم، وقتی که تروما دارم، وقتی یه حرف ماشه احساسات من رو میکشه، من برمیگردم با خودم، یک فاصله میندازم بین واکنشم و فکری که وارد شده. میتونم این کارو بکنم چون تو یک ساعت مدیتیشن میشینم و این تجربه رو برای خودم اجرا میکنم، چون میخوام قلبم رو گسترش بدم، چون میدونم لیاقت خوبا رو دارم، شایسته هستم برای اون چیزهایی که در قلبمه که بتونم بیشتر خدمت کنم. وقتی که خدمت میکنم خوشحالم، وقتی که یک تیم و گروه تشکیل میدم خوشحالم. مامانم یه همیشه یه رفتاری داره که بهترین درس زندگی رو به من داده. خیلی ساده بخوام بگم، هر چیزی که گیرش میاد بهش دست میزنه، وارد یه جمعی میشه، یه مکانی، یه ارتباطی داره با یه چیزی میگیره، تو به هر چیزی دست میزنی یه ارتباطی باش برقرار میکنی، هر جای کسی یه ارتباطی داری برقرار میکنی. دنیا کلا دنیای ارتباطاته. همیشه اون مکان رو، اون اتفاق رو، اون چیزی، اون شیی که داره رو بهتر ترکش میکنه. یک چیزی از خودش، از قلبش بهش اضافه میکنه. زودتر بریم آن تایم باشیم، بهتر برسیم، جا رو بهتر پیدا کنیم، به بقیه کمک کنیم، مکانی انرژیش پایینه، یک چیزی بگیم، یک چیزی از خودمون، چون ما همیشه یک چیزی از خودمون جا میگذاریم، یک چیزی بهتر کنیم، اون مکان رو بهترش کنیم. وقتی که ترکش میکنیم، وقتی که پیداش کردیم، یک چیزی به ما میدن، ما چی میتونیم بهش اضافه کنیم. و اینو در صورتی میتونی انجام بدی که از وسعت لذت میگه بده به من، من میخوام یک چیزی، میخوام خوشحال، فرد خوشحال یک چیزی از قلبش میدن. وقتی که من تو اون سکون و سکوت میشینم، با اینکه سختمه خیلی مواقع، با اینکه نمیخوام بلند شم اون موقعی صبح، با اینکه سرم هزار جا میره، یعنی میگم بشین با خودت کنار بیا، سخته، سخت‌ترین کار رو داری انجام میدی، ولی یادت بیاد اصل، منبع. وقتی یه نفر بهم حمله میکنه، یه حرفی رو میزنه و احساس حقی رو پوچ و عبی ارزشی میکنم، چون بلدم اون یه ساعت رو بشینم قلبم رو گسترش بدم، یادآوری میکنم منبع چی بهت یاد داده، شگفتی و حیرانی چی بهت یاد داده، هوش کیهانی که قسمتی ازش هستی، این وانس، این یکی، هر آنچه هست که قسمتی ازش هستی، این فشار، این انرژی بالا، پروردگار که قسمتی ازش هستی، حقیره، بیارزشه، پوچه. چی یاد گرفتی تو اون یه ساعتی که مجبور میکنی با خودت بشینی؟ جواب نه، قاعدتا جواب نه، چون اینجا یادش گرفتم، نه درک ذهن، توی قلبم یادش گرفتم، روش تمرین کردم، چون همه چیز، همه صفتها تمرین کردنیه، یک کد بزرگ دنیا، همه صفتها تمرین کردنیه. چی تمرین کردم؟ و من میتونم اون لحظه، اون حمله‌ای که بهم شده، برگردم به گسترش قلبم، به لیاقتی که دارم، به شایستگی که از خودم، انرژی که از خودم احساس میکنم، به اون برگردم. من اون یه ساعت رو نیاز دارم، اون ورزش کردن رو نیاز دارم، اینه که از درک بدنم، درک اسپیریتم، درک روحم، درک ذهنم، مایند، بادی، اسپیریت، بدن، ذهن، روح، این ستار، از یه دونش فقط استفاده نکنیم، از این فقط استفاده نکنیم. خیلی بهتون ابزارهای زیادی دنیا داده، هر موقع که یه کسی خبره هست تو یه چیزی، تخصص داره، این رو میدونیم و دارم یادآوری میکنم به خودم و همگیمون که سالها سکون درش داره، برای همین تخصص داره، خبره شده. و این گسترش قلب با یه ما و دو ما و این لیاقت، یه ما و دو ما، ماندگار، ماندگاری در تمرینی که در این معبد میکنیم.
چیزی که لایقش هستیم، شایستش هستیم، خوشحالی واقعی که در خدمت، در اجتماع یک جابی و یک شغلی و یک موقعیت ایجاد میکنیم که بقیه هم بیان لذت ببرن، یاد بگیرن، بهتر شن. اون خدمتی که میکنیم، اون کمکی که میکنیم، از خودمون فراتر میریم، با چشم دلمون میبینیم اونا لیاقت و شایستگی ما رو، گسترش قلبمون اونایی که تعیین میکنه، نه این لذت های لحظه ای که در لحظه ای زندگی یه نفر رو میبینیم. نمیتونیم با دو چشم بگیم یک نفر خوشحاله یا نه. وسط قلبتون ماندگاری در اون چیزی که بهتون خدمت میکنه بسیار بسیار مهمه.